خانوم عوضی گرفتی، خانوم عوضی گرفتی، خانوم عوضی گرفتی، خانوم عوضی گرفتی. کمی حواس تو جمع او رو عده ها تو کم، کمی حواس تو جمع او رو عده ها تو کم. ماشالله سخت و سختی خانوم عوضی گرفتی، فتنه ی هر خاص و آمین آهو می خرامی. حالا وقت دل بری نیست این همه او رو ادا چی؟ چرا خودتو گرفتی خانوم عوضی گرفتی، خانوم عوضی گرفتی، خانوم عوضی گرفتی. فتنه ی هر خاص و آمین مثل آهو میخرامی. حالا وقت دلبری نیست این همه او رو ادا چی؟ چرا خودتو گرفتی خانم عوضی گرفتی، چرا خودتو گرفتی خانم عوضی گرفتی. خانوم عوضی گرفتی، خانوم عوضی گرفتی، چرا خودتو گرفتی خانوم عوضی گرفتی. مردن کسیفیه، مال قاتل هست. من که آدم کشی نکردم خودمو به دار مجازات آویزون کنم. هفتیر خوبه بزنم زهر وقتی بویی میده. این بهتره، این خوبه. ای آسمون قشنگ، ای ستاره ها، خدا حافظ. ای طلبکارا، همگی حلالم کنیم. ایشالله اون دنیا طلب همه تونو تو جهنم میدم. امتحانش کنم ببینم کیه. خدایا منو حفظ کن. ای جنایتکار، خوب به واقع رسیدم. کی هستی؟ نصف شب تو اتاق من چیکار میکنی؟ حالا بهت میگم من کی هستم. کسر زمین واسه چی؟ میخوام خودکشی کنم، به تو چه؟ گفتم دشنه بنداز زمین.
اگه میخوای خودتو بکشی من با این هفتیر خلاصت میکنم. نه من خودم دستم همچین بود که با هفتیر خودم بکشم. خیلی حرف میزنی. پول مول چی داری زود بشرف؟ من اگه پول داشتم که به فکر خودکشی نمیافتدم. من یه حرفا رو خرجم نمیده. هفت پول شب شب زود باش پول مول چی داری هر بیار. تو دیگه از طلبگارم هم پررودتری. داداش دوچاره دنبارو بزن به کارمون برسی. تو بی میلیایی بزنم خواهتو بکشی. بابا آدم تو خونه خودش هم نمیتونه بی سر خر خودشو بکشه. عجله نکن الان خودم میکشم. سرشو بگی اون بر خدا نکرده کار دستمون میده. جون من پول نگیری. تو ببینی دروغم چیه. خیلی بزن را بچه هست بکنم. برم که اومدن دوزی به طور یه حالایی دره تر از خودم خودم. برم خودم این کاره چیه؟ مگه عقلت کم شده میخوای خودتو بکشی؟ آدم عاقل که این کاره رو نمی کنی. برم کن بعد وقت باید بیمیه. جون من سخت نگی تو بمیدی اگه بذارم. برم کن حالا هم بی پول زنده بود نداشت بایده نداشت بایده نداشت بایده نمیخواه خودم بکشم داداش گریه نکن من باید استقامت داشته باشه امشب از زور بی پولی تصمیم گرفتم بیام دزدی کنم دیدم دیوار خونه تو از همه دیوارا کوتاه‌تره حالا تو اومدم اینجا با یه گشته در از خودم برخورد کردم تازه هر دو مثل هم هستی بده من هفتیر تو نه ترس بابا قلبیه ماله برم قلبیه میدونی چیه رفیق من تو مثل هم میمونی میدونی چیه بیا هر دو با هم دوست بشیم و از فردا بریم دنبال کار ایشالله بعد از چند روز از این همه بدبختی هم نجات پیدا میکنی باشه هر چی تو بگی ما گوش میکنه باشه قول میدی؟ آره تو هم قول میدی که سر سر میلیاردر بشی؟ آره قول میدم که اگه پشت کار داشته باشیم سال دیگه این موقع یه ماشین خوشگلم زیر پامون باشه رفت میگی؟ آره شرط دادن قده بسم الله تو گفتی؟ آره الهی با امید تو اگه امروز نفری ده تو حالم گیرمون بیاد بس بود اگه گیرمون نهاد چی وقتی کاری بلد نیستی؟ خدا روزی رسونه یه وقت میبینی نون از آسمون میده تو بودم من که تو حالا یه لغمش هم نهیدی زوره نونی که خدا گاهی وقتی میندازه تو دومن آدم این بود پسر از کار خدا ایراد نگیر یه وقت میبینی وسیله کار رو طوری جور میکنه بودو خدا رسون بزن بری بودو بینم بودو بینم بودو تو بودو بینم دیوانه شده اینجا رو زنم این کمکتون کنی آره در بیاریمش آره زود باشین در بیاریم چرا مطل این در بیاریم دیگه دیاله در بیاریم منصور یلا ما تلاش بگی زیرش منصور یلا زور دیگه در صدیت رو هر کنه جونه من کنم یک کمی بیشتر دور بزنیم آقای خیلی زور بزن کار تموم شد بله بده که به دستم مذارت میخوام من چون پول همراه ندارم این کار که بیجید من بیا دفتر کار من تا حسابونو تصویر کنیم از خجالتون در بیام بله خدا حافظ شما این آقا رو حق سال ماره دو خواهم به ما چه برای خودش بگی مگه نهیدی به خودم رو چیزی ندار من این حق بسرم نمیشه بابا میخواست یه خودش بگیری بس حالا که اینطوری بگیری
توجه گرفت. همون مگه کنون خودت هیگلت هست بیگم. آه نسیم اینها آقا مشلش این پاس بیگم. باره بریم. یلا بجا دیگه حالا نشبی کاسه چلیم. آره اینجا هست؟ مثل خانه بخش مجسمه. این یکی مجسمه خودشه. درمان قولی لابا چینی بنزنه. نکنه یارو لولنگش خیلی آور میداره. از اولش هم معلوم بود که آدم پول داریه. فکر میکنی نفری چقدر بهمون میده؟ دست کم نفری پنجاه. چه خبره؟ لابا داره با یه مرید روحی کلنجار میده. دیگه به فکر شوهر میافتی؟ دیگه به فکر این میافتی که خودکشی بکنی؟ مردم بابا غلط کردم. من برای خویم نایمده بودم اینجا. برای دخترم اومدی؟ برای دخترت اومدی؟ بله آقا. خیلی معذرت میخوام آقا. برای دختر شما میخواستی؟ متاسفم آقا. من معذرت میخوام. حواسم به کلی از مخم پرید بیرون. هر شد خیلی معذرت میخوام. بله پس گفتید که دختر شما علاقه داره به پیر مرد شوهر کنه. بله آقای مجلل. به خاطر همینم هم میخواستی خودکشی کنی؟ با اینکه چه بیماری خطرناکی آقا. حالا من با این تن بدنه در بداغون چی دا کنم؟ این دستور شما. بفرمید یک کیسه آب گرم میگیرید رو سرتون میذارید. یه اصلا نوشتم که فعلا تا موقعی که میلنگید دستتون بگیرید برید. خدا آمدت بده. یه فرمایشی ندارید؟ نه عرضی ندارم. برونه شما. به حق فراموش نکنید. کیسه آب گرم و عصا. فرمان شما. خوش آمد. سلام دوستان عزیز. بفرمید باور کنید که این مراجعه این آدم متشنج میکنه. ببخشید آقای متشنج این سر و صدا چی بود؟ ایشون دخترشون به بیماری مخصوص دچار شدن. مرضش اینه که میخواد شوهر پیرمرد بگیره. دیشب هم میخواد خودشو بکشه. برای این رفیق ما چی؟ پس ایشون هم دچار بیماری روحی. بله میخواست خودکشی بکنه. وای که این بیماری مصری شده. پاشید آقا پاشید. باید همین افتای شما رو محاله چه بکنم؟ نمیشه بذاری مثل وقت عرض کردم. پاشید یلا مطلب کنید. خاموشی همه دستم بفرمی دیجا. افتای شما رو با طریقه جدید و مخصوص به خودم معالجتون میکنم. نمیشه با طریقه قدیم معالجش کنی؟ چرا نمیشه؟ طریقه قدیم بیهوشی داره. اول با یک تاوی آهنی محکم به مغز خورده میشه. وقتی مخ تو مرد که دماغه 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 مشنش همون طریقه جدید بهتره. پس رو خو نگه بایی من اینجا بله مغز مخ را ببینم. ببین او معیوب آقا. معیوب مخ. معیوب تو مخت معیوب کنم. خب حاضر باش ببینم. باید معالجت کنم. وای وای جوری خلاصه بنده بگیم سرت میکنم الان که نه نشان میگیم. نه حالا دیگه به فکر خودکشی نمیفتی. خیلی خوشحالم. خوب حالت جا اومد؟ بله. تا سه روز صبح جای ضربه ها رو ماساژ بدید. شما به کلی خوب شدید. دیگه هیچ وقت به فکر خودکشی نیستید. رفیقم مشنج میخواستم خواهش کنم یه دستوری هم برای لاغر شدن رفیق من بدید که اونم دست خالی از اینجا نره. خیلی ممنون میشم. راست گفتی. ببینم دوست عزیز چند کیلو هستی؟ من وزنی ندارم. همش استخون در رفته 150 کیلو هم. 150 کیلو؟ بله. چه خطرناک. شما باید 100 کیلو از بدن کم بشه. داداش این یه شوخی میکنه. شما چرا قبول میکنی؟ من شوخی سرم نمیشه. حاضر باش برای معالجه. الان با هیپنوتیزم وزنتو کم میکنم. خب حاضری یا نه؟ حاضری؟
الان با هیپنوتیزم خوابت میکنم. به خواب تا 100 کیلو لاغرش کنم. خوابم نمیاد. گفتم به خواب. نمی. اصلا اگه خوبه خودت بخواب. ماشون کارش کردم چه دیو دنی فعلا بدو اگه گیرش بیفتی مردمونو میخوره میبریم بدو بایی بریم کجا بچین کجا بردفتی کجا بردفتی بچین بایی وای خدا جونم خدا خدا رفیم کجا رفتیم بایسین تا پتر گونگم برین دنبال تو میام بیمارانه فراری من باید تو منو معالجه کنم بایسین تا پیاتون رو هم کنم آهای پوش داره ایمو پنجه اگه به چنگم بیادی یه مستر بیادی تو بلانه نمیده بگیم کنم برم یا معالجت میکنم من بایستا همامه پوش داری تنه بارم بایستا همامشون جهاز کجا در میره بایستا در اخره هر کجا برین آخرش دومشت منی مگه نبینم اتون وگرن یه مسخال گوشت زیادی تو بدن هیچ کدوم اتون نمیدارم دیگه اعصاب های دیوانه باده شوت به تمسان کن آقا منصور بذار خودم اون بکشتم ببینم چند کیلو هستم برو بلا آقا منصور یه دفعه 100 کیلو کم شده نگاه کن آقا مشندش کم از کم آقا پول شده پول؟ باشو پول خود داری؟ نه سبتانی تزمی شده سبتانی تزمی شده باشه طلبه و هرچی تو رو ما میخوره تزمی شده نشین رو میده تا اینجا که چیزی دشت نکردیم اگه سلامی دونی من امشب برم خونه و کلک خودم رو بکنم میل خودته اما اگه فردا رفتی زدی خودتو کشتی فردا نگی نصیر اله بود و نصیر بله بود پس چیکار کنی؟ او گوش کن میریم ماشین شوری هر طوری شده بالاخره شب دست خالی نمیریم خونه از من تو چی بداری؟ آره بس چه بخوام میریم ماشین رو بشوریم وقتی صاحبش بیاد ببینه ماشینش مثل آینه شده یه عالمه پول بوم میده راز گفتی بره باری همه هم رو تراسش بای بلا من گلتی رو پاک میکنم برو بیم داشتم بشورش آخه آب میخواد که شسته بشه همینطوری که نمیشه تا بود بیم آره بیارش بینم داشتم یه دقیقه و آفتابته بده اینو بشوری آوردم من سری آوردم بشور یه دقیقه سرشان بگی اون بر بگی اون بر سرشان ببر بر ماشین رو بست بشورین همه دو میخواستم با یکی دو تا بشور زده باشم همین که ماشین رو بشورم هم تو که چند سر همون نرفتی شسته باشم الان صاحب ماشین که بیاد ها عز بسر میشه که خرقی هفتمون در اومد بگم خدا کنه که صاحبش آدم پولداری باشه بگو خدا کنه که پولدار دست و دلواز باشه بگیر به بگیر به دست ما بگیر به دست ما بگیر به هم صاحب مرده بیدیم چقدر پنیز شده چه کم میکنی چی به شما گفت من شده ببخشید آقا سلام از آی دایه بله آقا فرمایی چه فرمایشی داری؟ اینا چیه؟ آقا از صبح تا حالا 50 تا پیرمرد اومدن در خونه این نامه ها رو واسه پروین خانم دادن تقاضای ازدواجه آی الهی را
دختر خدا دلیلم کنه. بله میگی؟ نه بابا با تو نبودم. بعد از این دختر دارم دیوونه میشم. دختر میبینی آخر امید چه برون به من آوردی؟ به بلنش جواب این خواستگاه های قدر انقدر تو بده. آخه دختر عکس دسیکا و موری شوالیه و این پیر و پاتالا به چه درد تو میخوره؟ اصلا تو دیوونه شدی رو باید به دکتر امراض روحی نشونت بدم. همون متخصصی که خودتو نشون دادی؟ پرلی به خدا واجه نسازی خیلی شب با جید بر نداری. اینقدر تو خونه نگرد میدارم شوهرت نمیدم تا دندونات مثل جوزف سیاشه. آی مرده میدونی چه بابا؟ اصلا من از شوهر جوون بدم میاد. شوهر من باید یه مرد 50-60 ساله باشه. چی؟ نفهمیدم. آخه دختر یه آتیش به جون گرفته. چرا رفتی تو روز دوم آجاری ازدواج دادی؟ این پیره مرده کیه که هر روز دو ساعت پشت تلفن باش میر میزنی؟ آخه کسی همه جوون خوشگل و ترگل و برگل میذاره میره با یه پیره مرده هاپاپو که هر روز ندیده تش خونه ازدواج میده؟ آخه پیره مرده یه پارچه احساس هست. دایم همین فکری کرده که تا این سن و سال دختر مونده. حرف منو میزنی؟ بعد دیگه چی شده؟ نه بابا، صحبت شوهر و عشق عاشقی این دختره بود. با؟ پری جون، تو برو بیرون، خوب نیست باشی به این حرفا گوش بدی. برو جونم. اگه این پروی شوهر کنه، تکلیف منم زودتر معلوم میشه. ولی که تو هم اگه بخوای مثل خواهر بشی، جفتتونه تو چی میدادم؟ جفتتونه تو چی میدادم؟ امروز علاج تو هم که شده، اولین جوونی رو که ببینم بهش پیشنهاد میکنم بیای حتی خواستگاری کنه. فهمیدی؟ وای هرچی من از جمعون خوشم میاد این برمزی هم پیره مرده خوشش میاد. پروین جون اینقدر پدر تو هرچی جوش نده. آخه پیره مردم با سادت شوهر میشه. پیره مرده وقتی یه ذره جوون داشتن بیشتر علاقه به زندگیشون نشون میدن. اما جوونا بعد از سال همین که چشمه دختر افتاد زنش رو فراموش میکنن میرن دنبال هوسبازیشون. خودت میدونی به من مربوط نیست. حالا پیره مرده کی هست؟ از هر زدنش معلومه که مرد زنده دل و پر احساسیه. قرار همین روزا هم دیگر ببینی. نمیدون هم زنده هر طور که صلاح میدونی. ولی من میگم شوهر باشه هر چی میخواد باشه باشه. آی من سرون تلفنه بده جلوه من میخواب با نمزدم صحبت کنم. آی بذار مگه با گاف داری جنگ میکنی خورمون هم شما رو با شما دیدم. بفرمایین الو تاسی جونی. سلام. سلام عزیزم، تنها بودم گفتم با تلفن احوالتو بپرس. من خوبم، تو چطوری جونی؟ الان که دارم با تو حرف میزنم هیچ قصه ای نداره. هستم دلت نمیخواستم دیگری ببینی. آخ بسر چی کار داره بکنه؟ باور کنم وقتی با تلفن تو رو پیدا کردم دیگه شب و روزم و نمیذارم. آی این چه بعد مشتبه دادنه. وای این سرصده ها چیه؟ عزیزم امروز دو نفر به دستور تو استخدام کردم که ماساژ هم بدن. الانم مشغول هست که در ناقم مورید جواش کرد. آره نیم ساعت دیگه متخصص رژیم هم بهرام متشنن اینجا خلاصه برای رسیدن به تو هر چیز بگی انجام. بایی سطور بقرات هم بایی خیلی دلم میخواست ببینمه. راستی نگفتی چند ساله؟ 60 60 سال؟ همون که من میخواستم.
تعریف از خودم نمی کنم، اما اگه منو ببینید خودت دهنت واز میمونه. اینقدر نمکی و تو گرگرو هستم که خدا میدونه هیکلم که داره میونه همقطاران تک میشه. چه مرد دلپسندی، همون که دلم میخواست. کاش میتونستم ببینمت. میاد عکاس میاد و بعد از دار عکسم رو برات میفرستم. مطمئنیم که از دیدن عکسم یک دل از صد دل عاشق من میشه. آه یه خورده کمره او به من. اینقدر تعریف از خودت نکن، ذوق زده میشم. ایشالا اگه هر دو همدیگر رو دیدیم و پسندیدیم اون وقت زود با هم عروسی میکنیم. خداحافظ. الهی بلاد به جونم بریده. خدا کنه اینقدر خوشگل باشه که همون شب اول عروسی 30 سال جوون نبیشم. خب بچه حالا تمرین بوکس شروع میکنیم. حاضری؟ همینه باقی حاضرم. من دارم لباسم رو تنم بکنم چون الان عکاس بیاد. برم جنگو بیارم برای های برنده. یه های برنده بیارم برای 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 لاغانو منو به چه حد بخت دردستی مادرم مجموعی بود یا مادرم داشتم خودم رو میکشتم یه همه سهجل معلقی اومد یا نداشتی هنوزم دیر نشده. برو خواهشو بکش اون وقت مختار خان حقوق تو رو عوضش میده به من. او عکاسه اومد حاجی واسه میکنه قربان. سلام علیکم آقا مقدس. حاجی خیلی خوب ان شاء الله. سلامتون خیلی ممنون. خیلی ممنون قربان که من دیر کردم خدمت رسیدم. حاضرین برای هشت بدری که از من میخوای عکس بگیری؟ بله قربان. پس از کی؟ به نظرم یارو عوضی گرفته. آره من نظرم. پس بفرمایید اونجا به اشتی. من اومد دارم. من اومد. من تنها عکاس منحصر به فرد هستم که با دوربین جدید عکس برداری میکنم. نوتا برو کنار مزاحم آقا نشو. برو کنار مزاحم آقا نشو. میزنم. خیلی خوب حاضر باشی آقا. آقا. خب. لبخند بزنید یک کمی بیشتر. بازم بازم یک کمی جلوتر. آها اجازه بدید از این تو هم نگاه کنم. خیلی خوبه. نوکر برو کنار. شما بیستید. آها خیلی خوب. خوب حاضر باشید. بگی بابا مارم عبد خند هنوز خبر مرگش نایمده. تو مسعود اینطور که فهمیدم یارو عاشق دختری شده که هیچ کدومشون همدیگر نمیشناسن. فکری به نظرم رسید. چه فکره؟ از که میخواییم عکس رو ببریم خونه دختره بهت میگم. فقط باید سعی کنیم که رولمونو خوب بازی کنیم. فکر میکنم اونها به خوبی توش در بیاد. خلاصه کار نکن فردا شب تناب و دشن و هفتی رو همه نوازه کنم. نه بابا بی بریم. آره این مریض های دیوانم که اعصاب من داره به کلی دیوانه تر میدن. نمیدونم مغز سولاخ جلو پای من سب شده. خب نمیشه من کی هستم؟ نمیشه به چیزم. در آغاز برخورد با این محکم میزم بسرش بعد با من شکن. آقا جون به مختار خان لطفا بگید متخصص رژیم. شما این خوب گیرتون رو برده از این الانه که معالجتون کتا کتا دارم دیم بایست میخوشم اتون. من باید معالجتون بکنم. بیرم پایین بالا درست رو میکنین. بیرم پایین میگم بیرم پایین. من باید معالجتون برم. بیرم پایین بیرم پایین. باید لندشون ایراز میخور کنم بی پایین. من باید شعر معالجتون. لطفا نگردید چون من اینکم رو جا گذاشتم. خواهش می‌کنم نگردید. آقا نگردید اینکم جا گذاشتم.
او به بیچاره خودش ایجا نداشته بود. لطفا هم اینجا نگه دارید. سلام آقا. سلام علی. بله آقا. کسی به من تلفن نکرد؟ چرا آقا؟ اقلا صد دفعه تلفن کردم. چی بودن؟ چی کار داشتن؟ آقا یه مش پیرمرد بودن، همشون میخواستن با دخترتون عروسی کنن. تو از کجا فهمیدی پیرمردن؟ از حرف زدنشون معلوم بود، هیچ کدوم دندون تو دهنشون نبود. خیلی خب، اون کیف منو بده من. چشم. دست این دختر بیچاره شدم. این نامه من چه امضای کردم که خودم نمیدونم. عجیبه، پسر گفتم کیف منو بده، اینکه کیف من نیست. آقا مال خودتون الان دستون بود دادین به من. چی؟ کیفم توی تاکسی عوض شده. ای داده بیدم چه خاکی بزنم بریزم. ای وای ده بزن. چرا واسدی منو بر بر نگاه میکنی؟ ده باره بیرون ببین که من جدا شده. ای وای تمام درمایه ها ننه بگی من بود بیجاره زنم. سلام جونی، چرا من داره آجی؟ لولی جون کی به من تو تاکسی عوض شده. مامی که قصه نداره، برای چیز جزئی ما خودتو ناراحت نکن جونی. برم که بابا حوصله نداره. بابا را مثل کارمانده دیگر شفتار میکنه. تو حالا این نامه را امضا کن. اگه کیفم پیدا نشه بدبخت میشم، تمام اسناد زندگی من بین میره، رسوای خاص هم میشم. چه دوست حالا که اینطور شو من قهر میکنم. من دیوونه میفهمی؟ من دیوونه را سکته میکنم. تلفن جای وقت میکرد. الو تمام زندگی من بین رفت. الو الو دایه تویی چی شده؟ چی؟ یه آقای کی برای آورده خونه؟ خودش دایه گوش کن ببین چی میگم. بشونش برش شربت درست کن. الان خودم رو میرسونم. الان میام. زود باش. خوش پیدا شد. پیدا شد خونه جونم. کی با پیدا شد؟ لیلی جون کی با پیدا شد؟ چه جن نراحتی؟ آخ قهر نکن، من یه خود عصبانی بودم. آخه من دیگه اینجا کار نمی کنم. بابا من اشتباه کردم. این دفعه اگه خودم هم گم بشم دیگه با تو آقا ترقی نمی کنم. الان میرم خونه و بر می گردم، اون وقت هر چی نامه داری و زن امضا می کنم که خودت حس کنی. کوکوری کوکوری خدا به عزیز. دارم تو بشیرین کنن الان آقا میاد. متشکرم خانم. شما جان نداری؟ نه خیلی. منم تهنا. چرا نداری نروشی کنی؟ با کی؟ با شما؟ اختیار داری؟ چرا چه جملتن میدی؟ الان دختر دلخواهم رو پیدا نکرد. چیز که فراوون دختر دلخواه خدا زیاد کنه تو هر خونه یکی دو تو پیدا بشه. مثلا تو این خونه هم هست؟ چه سلطونی برو جک. داره؟ بله. این آقا اینجا چی کار داره؟ بابا واجو کار داره. خلاصه اگه اومدن خواستگاری من بیخود وقتشون رو تلف نکنه. آه مادمازه شما دختر های اسکندر خان هستی، خوش وقت نمکنم. میخوام نباشی. آه داره با آقا کاری ندارم. حسد نمیرم کاش کن. دختری که میگفتین همه خانم بود. پس کیا کردی منم؟ کاش شما بودین. آه چه خوشم میاد شما منو فهمیدین. مسلمه شما یه زن خوش اخلاق، خوش صحبت، تو دل برا هستین. خوش به حال مردی که با شما زندگی کنی. آه چه حرفای خوب خوبی میزنی. دلم داره قش میره. بازم از این حرفا بزنی. من که برای منظور دیگه اینجا اومدم. ولی اگه دخترها اخلاقشون خوب کنن تا این سن و سال دیگه تو خونه نمیمونن.
حالا اگه اخلاق تو خوب کنی خدا باور کن آدم با امثال شما ازدواج کنه صد مرتبه بهتر از زندگی با دختر بد اخلاقی مثل این خانومه. همین اخلاق خوب دختراست که ممکنه مسیر زندگی آدم رو تغییر بده. آه شما چه خوبی داری برای میزهنی داره پروین میگه بیا باید کار دارم. آتیش به جون گرفته ها که نمیذارم. داشتم مسیر زندگی این پسره رو تغییر میدادم. سلام. سلام خانم کوچولو. شما میخوام با دایی عروسی بکنی؟ من با دایی؟ دایی دیگه باید با پدر بزرگ من عروسی کنه. ببینم آقای دختر ما چند سالشون بشه عروسی کنه؟ اقلا 18 سال. 18 سال؟ چه زیاد. جونم چی میگی؟ مگر نگفتم توی خونه هیچ جوانی اقلا داره پاشو بذاره؟ بین آخرین دفعه باشه ها. خیلی خواه دایی جون، من چه سال دیگه میخوام 18 سالم بشه؟ باشی، الان 14 سال ده 4 سال دیگه 18 سال تموم میشه. آه سلام آقا، خیلی با عجله خودم رو رسوندم. حال شما خوبه؟ چرا؟ چرا تنها هستی؟ بفرمایید تو اتاق. متشکرم، همینجا خوبه. پس تو این خونه کسی نبود که سر شما رو گرم کنه؟ آه چرا؟ به قدر کافی بوده. بفرمایید. متشکرم، از حسن نیت شما متشکرم. واقعا که جوان درستکاری مثل شما قابل احترامه. خب که تو اینجا پیدا کردین؟ از کارت ویزیتتون که توی کیف بود. پس تو کیف و نمیدونم در قبال این صحت عمل چه هدیه ای میتونم تقدیم کنم. آه صحب کنی دایه چی؟ دایه رو میخواید به من هدیه کنی؟ دایه رو بدم به شما. گوش کنید آقا، شما زندگی رو به من برگردوندین. من به اشخاص صحیح العملی مثل شما احتیاج دارم. راستی شغل شریف سرکار چیه؟ بنده مهندس ساختمان. منم مقاطع کارم. میتونیم با هم کار کنیم. خواهش میکنم حتما به دفتر من تشریف بیارید. اینم آدرس من. سعی میکنم. خب با اجازت. خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم. راستی اسم سرکار چیه قربان؟ بنده مهندس سعید امین. بله آقای مهندس سعید امین. شما مرد بسیار شریف هستید. کوچه خوشگله. این دختر کوچیک منه، اینم دایشه. من میگه ها. اینم پروین دختر بزرگم. بله ارادت دارم خدمتشون. خب خداحافظ. مرمت جون به سلامت. به سلامت آقای مهندس. بابا چرا این جوون آوردی تو خونه؟ چرا؟ برای این که اگه نایمده بود کیفم از دستم رفته بود. ما اینجا این هر روز صبح شب ساعت پیرمرد بیاد توی خونه بزید. چرا این جوون آوردی تو خونه؟ چرا؟ برای اینکه اگه نایمده بود کیفم از دستم رفته بود. ما اینجا این هر روز صبح تا شب ساعت پیرمرد بیاد توی خونه بذار یه دفعه یه جوون بیاد. بالا آخه ما زن داریم. یه دفعه نشد اقلا یکی همقدر من بیاد که من همبازی داشته باشم. همه تو خونه فکر خودشونم، هیچ کس به فکر من نیست. بله جونه، یه نفر میخواد با شما ملاقات کنه. لیلی جون، من که گفتم کسی رو نمیتونم بپذیرم. گفتم به خرجش طرف اومد پیش شما. چی؟ بذار بیاد تا خودم دوبابی مغزشو داغون کنم. وای الان به تو پیگه مرد سنه چالی میکنم که بی اجازه نهی تو اتاق من. محسنم میخوام آخای مهندس باید ببخشید. خیال کردم شما خواستگار هستی. خواهش کنم بفرمایید بنشینیم. مثل اینکه خیلی محکم زدم سرتون دردون. خواهش میکنم ای این پیره مردست که واسه آدم حواس نمیدارم. خب خیلی خوشبخت شدم، هیچ انتظار نداشتم که شما رو اینجا زیارت کنم. برای موضوع مهمی اومدم. چه موضوعی؟ لابد مربوط به کار ساختمونیه. مربوط به دخترتون. فکر میکردم ممکنه شما از دخترم خوشتون اومده باشه. یه روز بیاید راجع به این موضوع صحبت کنیم. اتفاقا همینطوره، ولی میخواستم موضوع مهمتری رو مطرح کنم. گوش کنید آقای اسکندر خان، پدر من مرد هوسبازی. 5 سال پیش مادر من که 4 زنش بود طلاق. بیچاره مادرم پس از 1 سال فوت کرد.
پدر با یه برادر کوچیکم ول کرد و رفت. تازگی فهمیدم که به وسیله تلفن با دختر شما آشنا شد. با دختر من؟ پس این عاشق تلفنی بابای شماست؟ بله. خلاصه میخواستم اطلاع بدم تا دخترتون به دام نیفته به مراقب زندگی و سعادتش باشید. خیلی متشکرم که منو در جریان گذاشتید. ببینم این پدرتون قیافش چطوره؟ باز با یک قیافه فریبنده. پس نباید بذاریم اینا هم دیگر ملاقات کنن. من تصمیم دارم به هر نحوی شده جلوی هوسبازی های پدرم و مخصوصا در مورد دختر شما بگیرم. حتی اگر... حتی چی؟ حتی اگر خودم از پروین خانم خواستگاری کنم. اوه، چیزی که من آرزو می کردم. بدم نیست بذاری رقیب عشقی پدرش باشه. اما آخه می ترسم پدرت موفق بشه. واسه این که اون ذلیل شده یک جسد جگر زده از پیر مردا بیشتر از جوونا خوشش میاد. من بی خود اینجا نیومدم. امروز تصادف عجیبی شد. دو نفر مستخدمین پدرم که جوانای ساده لوحی بودن توی عکاسخونه دیدم. وقتی با اونا صحبت کردم فهمیدم که میخوان عکس پدرم ببرن نشون دختر شما بدن. همونجا حاضرشون کردم با من همکاری کنن. بالاخره ستایی نقشه ای طرح کردیم که تمام نقشه های پدرم به هم بخوره. خب اینو برمید ببینم از دست من چه کاری برمیاد. بگید که انجام بدم. باید زودتر دست به کار شد. ناراحت نباشی. امروز قراره یکی از اونا که همه کل پدرمه عکس خودشو به جای عکس پدرم ببره نشون دختر شما بده. بله، با این ترتیب دختر شما مستخدم پدرم عوضی میگیه. بس خواهش میکنم اینا رو به منم معرفیشون کنی. اتفاقا آدرس دادم عصر میان اینجا. خودم هم میام تا چهارتایی با هم دیگه نقشه بعدی رو طرح کنیم. خیلی علاد به تو متشکرم. پس شما و دختر من بعدتون نایمده. خب با اجازه. خواهش میکنم ببرم اینای مهندس. حالا دیگه عصبانه نیستی جونی؟ نه اتفاقا خیلی هم خوشحال هستم. آقای مهندس خبرهای خوبی واسم آورده. آخه نمره امضا کن. برو حالا وقت ندارم. چلو مگه نمیبینی آدم قریبی اینجا واسده؟ نمیشه بعد امضا کن. معذرت میخوام. مرد میخوام آقای مهندس این مردن رژیم گرفتن عین یه مرد 30 ساله میمونه. این هم اکسشی ببینید. فکر میکنم مردی باهوش و متکبر و ثروتمند باشه. اینطور نیست؟ از قیافش معلومه که مرد تو دل برو دوست داشتنی. خیلی دلم میخواست همین الان میومد اینجا و از نزدیک باش آشنا میشدم. اگه بتونید بیاریدش اینجا ازتون ممنون میشم. با تلفن بهش اطلاع بدید. الان منزله؟ بله بله، مانعی نداره. تلفنتون کجاست؟ اونجاست تو حاله، بفرمید. خدا زدیدت کنه که ما رو تو درد سر انداختی. آیتا، آی خوشگله. ببینم، تو زن ندادی؟ نه، اما اگه یه دختر خوشگل گیرم بیاد، باش عروسی میکنم. ای چه خوب، اگه یه دختر 80 ساله نشودت بدن خوشت میاد. دختر 80 ساله؟ این چی ها؟ چیجا جو خود نام؟ الو مختار خان نسیم من منصور هستم. خانم مایلم میخوان شما رو ببینم. اونجا چی کار میکنی بابا؟ با اون چی کار داری؟ اونو بلش کن. بله همین الان تشریف میاریم. پروین خانم میخوان با شما آشنا بشن. میان با من؟ بگو تا چند دقیقه دیگه اونجا. چی گوش میگی؟ نگاه کن یه جوون ترگل برگل خوشگل داره میاد. خوشش خانم آقا فرمودن که یه گرفتاری اخلاقی دارم، تا چند دقیقه دیگه خدمت میرسم. ببینم. بله. این آقای شما اشمازی هم بلده؟ اوه چه جوب. او یه اشمازی مخصوص به خودش داره. حرفایی میزنه، کارایی میکنه که معشوقش از حال اونا میره. شما اشمازیشو دیدین؟ صد دفعه. پس اون معشوق هم داره؟ اوه نه خانم، اون روزا با من تمرین میکنه. پس گوش کن، باید همونطور که روزا با آقا تمرین میکنه به منم یاد بده. بیا جلو. اگه من نگیر از کسا دسته جل جلی شو اگه من نگیر. خیلی خیلی باقی آبان چندر خونه ایه. ببینم دایی جون
تو تاله اشبازی گربری دیدی؟ دیگه دیگه از کیا گرفتی بر پریده از تو اونو چا؟ خوش بیا منو تو بغلت بگیر، منو ببوس، بیا عشق من، ماتم کن، دوست دارم، بیا جلو، بیا ماتم کن، منو ببوس. ببینم شیطون، تو زن نداری؟ نه خیانم نداری عروسی کنی؟ چرا؟ هر وقت راه زندگی رو پیدا کردم اون وقت وای خدا جونم، یا خودم راه زندگی رو نشونت بدم. برو بابا، تو هنوز دهنت دوشیر میده. بابا رو برق میگیره، برو چراغ نفتی. آقا فرمایشی دارن؟ جناب علو بنده را نمی‌شناسی؟ نه، معرفی کنید تا بشه. من پدر پروین خانم هستم، صاحب این خونه. وای سلام آقا. میخواستم شما باید به من کمک کنین، منم در عوض هر چی بخواین بهتون میدم. بله پس با من بیدید. دلش میگیره بگوی دلم در دل عاشق صاحب عکس شد. خب دختره که خوشگل بود، فکر میکنیم به درد عشق بادی بخوره؟ آقا جا تو خالی بود که بیایی و تموشا کنی، اصلا یه پارچه عشق واسه این چیزا خرص شده. بلنش لباش اینقدر گرمونه بود که من دلم میخواد چهار ساعت دیگه باش اشبازی کنم. خیلی خوبه این چیزه، چنان اشبازی میکنه که آدم از حال میره. نصیر قد بالا، نصیر سر سینه. نگو من زیرتونم که به من نگو. لبودنه دیدی چیه؟ اینش گلاب کشی یال گردن تن و بدن. بس دیگه بچه ها، بس دیگه بیشتر از این آب دهنم را آنند دادی. خب تا اینجا که کارا مطابقه، حالا دیگه از این به بعد باید حواظ خوب جمع باشه. من امروز میرم بازار یه کادو حسابی براش میخرم و میبرم خونش که هم ببینمش هم باش صحبت کنم. خیلی خب شما برش سر کارتون. چی دختر خوشگلی بود سلار بله ها، همه شیال باش. آره جون خودت خاطر جمع باش، این آرزو رو باید به گور ببری پیری. بله آقای مهندس، من تصمیم گرفتم برای اینکه این جنجال بخوابه زودتر جشن نامزدی رو برپا کنم. نظر باقیده من بهترین راه هم همین، چون اگه پدر من با پروین روبرو بشه تمام نقشمون به هم میخوره. پس بعد شب این کارو میکنیم. راستی شما که میتونید با ما بیاید یه ایلان؟ بعدم نمیاد فردا در خدمت شما و بین خانواده شما باشم. میخواستم عرض کنم که جونی سرت خلوت شده نمره امضا کنی؟ عزیزم چند دقیقه دیگه بیا، آخه چلو این آقا کلوس اگر بهانه بیاری اون وقت باز قهر میکنم. آخه تو برو، خیالت راحت بشه، من تو رو دوست دارم. دختر خوشگلیه، فقط یه خوده همچین با این امضا خواستنش باعث خجالت بنده میشه. بفرمایید. سلام.
آیون دوستان من هستن. بله بله میشناسم. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. نه همینجا خوبه. خب انشالله که رول خودتون رو خوب بازی کردید. اختیار داریم، ما 40 ساله که پشت رول میشینیم. من یکی که تا حالا 100 تا رول اینطوری بازی کردم. دوستان گوش کنین، من فردا که جمعه است با خانواده به ییلاق میرم. تصمیم گرفتم که بعد از مراجعتم بی سر صدا جشن نامزدی دخترمو برگزار کنم، البته با مختارخان عوضی یعنی شما. باید سعی کنید رول یک مرد هوسباز و طوری بازی کنید که دختر پیر مرد سر بخوره، به شرطی که یه وقت خیت نکنین. چی میگه؟ بچه هست نمیفهمه، برو خیالت راحت باشه. اگه موفق شدیم به پاس این زرنگی هم مبلغی پول بهتون میدم، هم تو شرکت خودم با حقوق کافی استخدامتون میکنم. باید امضا بدی که بعد زیرش نزنی. بله باید دو تا امضا بدین چون ما دو نفر هستیم. بسیار جونی لالا دیگه بهانه نیاری نامه رو امضا کن. یا بابا اینجا امضا کنم بذار به کارم برسم. معذرت میخوام، نمیذارن آدم به کارش برسه. خب که فرمودید بعد امضا بدم. اگه از اینجور امضا هاست ما همون قول شما رو قبول داریم. بله اینجور امضا یه وقت قلابی عذاب در میاد، همون قولتون کافیه. خب دیگه حرفی ندارین، بسه درست حرف بزن. خیلی خب بله مرسی. پس ما پس برشا تا خید بیاریم. تو هم که خید کردی. بله بخواه بله شما محمد سلامه. معلوم میشه پسرهای خوبی هستن. ولی آقای مهندس سعید خان رول شما هم تو این نمایشنامه خیلی مشکله. انشالله شب جشن هم دیگه رو میبینیم. خب منم مرخص میشم، برم که خودم برای جشن حاضر کنم. خواهش میکنم آقای مهندس، به سلامت. آقای مهندس بله. فراموش نکنید که این مراسم نامزدی مختار خان قلابیه. سلام خانم. سلام، فرمایشی بود؟ شما دایه پروین خانم نیستین؟ چرا؟ منم مختار نامزد ایشون هستم. بفرمایید چه کارشون دارید؟ میخواستم پروین خانم رو ببینم، یک گردنبند واسه شما بردم. تو خدا ببینم اینجا بشین. امروز دسته به یلا. ای وای خیلی بد شد. شب کدوم نامزد شید؟ مگه چند تا نامزد داره؟ خیلی. پس اون نامزد جوونش دروغ نبوده، گردنبند رو واسه پروین آورده. چه گردنبند قشنگی، به من ببر. بگه من حوصله ندارم، مال نامزدمه. مگه من چیشیم از پروین کمتره؟ دیگه برای تو قبیله که دختر 18 ساله بگیری. خانم من زنم و با دوتا پسر طلاق دادم که دختر جوون بگیرم، نه تو رو. خیلی دلم بخواد. حالا ببین من حاضر میشم زن تو پیر مرد هفهفو بشم، تازه اختیار پروینم دست من اومد، من جونم گذاشتم. راست میگی الهی که تصدقت میشه، بده ببوسه بهت. دست من هم دارم محرمی. این گردم به مال خودت، فردا شب یکی هم رونما به خودش میده، فقط یک کاری کن پردین زودتر زن من بشه. آه تو چه پیره دل خوبی هستی. چی کافی هستی به هم تو بزن بزن پیره زن خودتی. معذرت میخوام، قول بده به من کمک کنی. اگه پسر خوبی باشی قول میدم، اما تو هم باید قول بدی یه شوهر خوب باش من پیدا کنم. به چشم. خب برم ببینم این پسر چه پدری ازش در بیارم که خودش حد کنه. خدا حافظ. به سلامت. به امید عروسی با پروی. آره جونه، معلوم نیست توی علاق با چی دل داده و قلبه گرفته. تاره همچی جایی تو عمره دیدی؟ نه. اونجا دست رو هست؟ یه افهم هیچ به جنس نمیره. تو میری این جنس دینی پس یه کم بلیز یعنی بود پشت میز بشی میره. منسو ساعت چنده؟ وقت دیروزه. پس چرا مهندس نایمده؟ الان پیداش میشه.
چی میل داری؟ چی داری؟ بستنی پایده آبی جون. خونه چی چی داری؟ سودان لیموناد اولی. فعلا دو تا لیوان آب خوردن بیار. چش بله. خرجمون زیاد نشه. موازیرم. اوه مهندس داره بیا. آی مهندس برو اینجا. سلام آرام باشم. هلدون چطوره؟ دیروز خوش گذشت؟ بد نبود. چی میل داری؟ درس آب خوردن رو سه تاش کن. یکی مستوریزه باشه. خب این که بهتون تلفن کردم و خواستم بیان اینجا برای این بود که بهتون بگم فردا شب منزل اسکندر خان جشن مفصلی برای نامزدی پدرم و پروین. راست میگی؟ به هر حال مشکل ترین کار شما همین فردا شبه. خلاصه نباید بذارین پای پدرم توی جشن برسه و الا تمام نقشه‌هامون به هم می‌خوره. به مگه ما مردیم؟ تو میری اگه بذاریم برسه. مگه بچه ای؟ راستی ببینم شما فردا شب دعوت نداری؟ چرا؟ پس دریزش کدومه؟ اینم پس دریزش میشه. اتفاقا اسکندر خان شخصا خودش از من دعوت کرده. بچه خوش بسر ما رو دعوت نکرده؟ شما که خودتون یه پا دعوتی هستین. آقای نصیر خان در نقش مختار خان و آقای منصور خان در نقش نوکر بنده. خب من تو اینجا کارم با شما تموم شد. این شما اینم فردا شب جشن نامزدی. خیال خواهش جمع باش. خب ما دیگه بریم چون اگه دیر کنیم مختار خان مشکوک. اگر سون سورک حساب خیلی سیلا خواهد دو تلیبان هم خوردن مال مهندس هم حساب کن پای من ست هم دفعه میمون ما باشیم مشکرم قربان تو بره باش بریم بره سلامت بره بره سلامت بره 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 اصلا این جادم است دارسون یه قهوه میدونی بچه ها خیلی خب بچه ها کنم اول با این مهمم دم سرش باید لاغرتون کنم باید صد کیلو لاغر بشی بایدی محل رضای بهداشت در مزانی بیستی بیستی آهای شی کی لاغر با کی لاغر فرمودید اون دو نفر کارگر رو فرستادی؟ خیلی وقت اومدن؟ بسیار خوب، میذارم امروز کار کنن. اگه کارشون جالب بود استخدامشون میکنم. خدا حافظ. قربان شما. اوشنگ؟ بله. بنگاه کاریابی دو تا کارگر ترافیز برامون فرستاده. اگه اومدن فوراً بذار سر دو تا مشتری ببینیم کارشون چطوره. بودو جون. بودو جون. چش، چش. سلام آقای یوسف، شما از بنگاه کاریابی اومدی؟ بنگاه کاریابی؟ هر هم برای تا دارن بفرمی رو پوشتون رو بپوشید مشغول شید بریم بجم بیرم رو پوشت همت کن بیا جشم بره سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مخلصم قربان مخلصم قربان بنده سرکارم مخلصم قربان شما جگرم یواش آقا چی کار میکنی موازه باشه خب این نظرم اینجا چطوره خوبه؟ کمان ببندن علی ایار رو نیاد میگم نه درست خب صورت آقا چی کار داری میکنی؟ کجا رفتن این آخه؟ نیا اینم رو پوش نه نه دستی دونه سرش کرد یه رو سی بگیرم سری کلا خوب بسهار شدم بطن مجا بینه بطه خوب بسهار حالی شد خب حالا حالی شد درست میشه درست میشه میخوام سامو بزنم تو باتو درست میشه 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 داری کلا رشت تکون بخوری حالا بخوری کجا رو بزنم سرده بزنم یا رو بزنم 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 سرش حسابی سامون بدن برکلا
یک سری و سر بتراشم که سامون نداشته باشی سمکان. نه نه برو سر مشتری من. نه خب مشتری تا الان دوش آب سر بگید. دوش آب سر بگید. بیا بیا چیستیسکان چیستیسکان نه در واقع است کمر واقع نه آقا این چه مسخره بدیه نه آقا این چه مسخره بدیه نه پسر اینه درش ببینم ثابت کن ببینم چجور سرمونه هستی من که قیافم این شیر شد یارو نه یادش نوقت بار میسم که بیام زمان سرسری و ساش انگستان سرمانی بری کلا جرگز در دیار پیش کلا درم میخورم خفشان آقا چی کار داری میکنی؟ این چه آقا چه آدیتیه من یک کما میخوام پرگون درم دلاشو در نیاد من آقا چه آقا چه کنه مشتری رو مدرد میخوام آقا این که مسخره بازی من اومدم سر آقا بتاره شم ریخ بندر شده آقا بیبی سر بندر چی کار کردی من سلفا ها میخوام چه خبر آقا چه خبره بیا بری بیرون آقا بری به هم زنی آقا ببنی من خودم چه سری ببنم بیا بری بیرون بیرونی نره جان شما من سلمونی هم آقا سلمونی یه مشتری های برای ما برسه ببنی بلا من رو برد بیرون بلا اگر تا بیان اینو کاجو میزنم تو بخشون گفت بجوز نیه ها خوب گیرتونو بردم دوستان عزیز این که امروز بهتون زحمت دادم و خواستم بیاد اینجا برای موضوعی است که به کمک شماها احتیاج دارم. میدونی هی بابا من سال هاست با شما دوست هستم، خودتون باید حد زده باشید چه کمکی ازتون میخوام. آره میفهمه، بعضم میخوای کسی رو لطه پر کنه پس خیال کردی مختار خان ما رو میخواد خلال دندونش کنه. خب موضوع چیه؟ من تازگی با یه دختری آشنا شدم و خلاصه کارمون به جاهای کشیده، فردا شبم قرار جام زدیمون برگزار بشه. ببینم یارو همچین خوشگله؟ والا ندیدمش، اما باز بد چیزی نباشه، تو که اخلاق منو بهتر میدینی، آدم به هر چمن که رسید باید گلی به چیله و بزنه به جاش. آره داشم همینطوره، ولی اما داره، اونم اینه که باز آدم سش جمع باشه که گله رو قبلا کسی دستمانی نکرده باشه. اینطور نیست بچه ها؟ چرا همینطوره؟ گل گفتی های آقا. خلاصه تادگی فهمیدم که یه جوونی داره نقشه های منو به هم میزنه، اگه فردا شب پاش تو جشن برسه ممکنه قاب به دختره رو بدوزی. میخواستم شما فردا بیاین تو جشن و سر این پسره رو زیر آب بکنید. باشه، اما مختار خانی موضوع واسه شما هزار چوب آب میخوره. هزار چوب؟ بابا خیلی گرم، یه خورده کمترش کن. آخه نا کردم نقل کتک بالا رفته. تو نمیده هی باقا خیلی خوب استم کرده، هر کس دیگه جای شما بود 40 سال این قیمت قبول نمی کرده. مختار خان دستش تو کار نیست، داشتم از تو پول ده تا مشت خالیه. بسیار خوب، اما به شرطی که یارو رو خوب ادبش کنی. خاطر جمع باش، همچین ادبش میکنیم که بیادبی یادش بره. ما هزار تا رو چانزیایش ادب کردیم که ادبی خون شده. خب دیگه تا فردا شب با هاتون کاری ندارم. اینم 500 تومن بیانش. اکبری چرت بده، اکبری چرت بده. خب گفتی یارو چه شکلیه؟ والا خودم هم نمیشناسمش، همینقدر میدونم که یک جوان 25-6 ساله است. خودمو پیداش میکنیم. خب باشیم بچه ها، باشیم دعوت چند کنیم. دیگه سفارش نمی کنم ها. لازم به سفارش نیست، فردا شب باش تو تماشا کن چه میکنی. های به امون خدا زیاد زیاد به سلامت. وای خب داشتم ما خواهد شدیم. وای 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 خدا حافظ. اینا که دست من اینجوری کردم فرق. آقای خوشدوخ، بنده که حرف کردم فردا باید لباسای من حاضر بشه. آقا جان من فردا شب جشن نامزدی، حالا فهمیدی لباس برای چی میخوام؟ 4 بعد از ظهر؟ باشه ولی دیگه دیر نشه ها. به سلامت. سلام.
بچه ها کجا بودی؟ شیرین یا روبا؟ بنده که یوز پلنگم. دروغ میگه آقا، هر دمون شیرشی. پسره رو پیداش کردین؟ بله، کار تمومه. آفرین به شما. خیال کردی ما برگش غندریم؟ گوش کنین بچه ها، من امروز فرستادم سراغ حبیب و داره دستش اومدن اینجا، پولی بهشون دادم که فردا شب پسره رو لط و پارش کنن. شماها باید حواستون جمع باشه، فهمیدین؟ منظور حواست جمع باشه. آقا سته یکه بدن واسه فردا شب استخدام کردین. به جون خودشون یک بلای سرش در بیاریم که تو داستونا بینویسن. باشالله دیگه خیالم راحت شده. انشالله با کمک شماها فردا شب یه دختر خوشگل مثل یه پرنده قشنگ میافته تو بغلم. بله به جون خودتون همینطوری که میفرمایی. خب دیگه با هاتون کاری ندارم، به این خودتونو برای فردا شب حاضر کنیم. چشم. همون پسرم ساتا جمعی برای دوتایشون به هم چراغ میزدن. حواس جمع باشه، باز بی سر صدا از سالون بدونش برم. حالا نه، موقعش بهت میگم. مگه چشم اون به دست سیاه شد؟ پس این شوهر ایدئال شما نیومد. عجله نکنید، شوهر ایدئال پروین خانم هم میدونید. لابد رفته موهاش هنا به بنده و در اون مصنوعیش از دندون ساز بگیده. خودتون رو مسخره کنید. آخه یارو هرچی هم خوشگل باشه باز پیرمرده. حالا بذار بیاد ببینیم چه شکلیه، شاید واقعا چیز جالبی باشه. تو پیرمردا قیافه های تو دلبرو جا افتاده خیلی پیدا میشه. اسمم میخوام پس این داماد تو نایمه بسری بی کرده. بله یعنی شاید هم بس زنگونه حالا دیگه بیگش میشه. شما چه نگاهی شما جا دیگه نه خیلی چه لوس یک نایی مختارخان گیر کرده. نورا هر کدوم دارن یه چیزی میزن. نمیدونم چطور شده. اگه نه یک پاس کرده سرانسر سر آبرون میره، مخصوصا همه منتظرن که ما رو مسخره بکن. نکنه برای چیزی سرش اومده باشه. نرسی لباسه من بیا. پشتم چطوره؟ ریخت خودتون بد نیست، اما اوضاعتون خیلی بیریخته. هیچی، منظورش اینه که اوضاعتون بیریخ نیست. بله ببرمه این این چیه دستت گرفتی؟ مال اینه که اونجا اگه احتیاج پیدا شد دست و پای پسره رو باش ببندیم. مگه نیست منصور؟ لباسه من بیرون تنم کنیم. بفرمایید بشه این رو صندلی. چرا بشینم رو صندلی؟ صلاح در اینه که رو صندلی بشین. منصور برای این بشونش برای این بیچاره شدم، بدبخ شدم. اگه بیچاره شدم برمی آگه تا یه همچی میکنی؟ آی این همچه این مالا خیالمون برای همیشه راحت شد. اینه سزایی کسی که بخواد دختر جوون بگیره. همین وسط میبوشم و میرم به سلامتیت اونجا کیف میکنم. مختار خان بمونم و دزیرتا دزیرتا اینم اینم شلوارم برین در بچه ها قویم. اینم کلام ببسرم همی کراوات هم میبنم کلام آزه میکنم. چه قدرت این بشیگه بابا اون کراوات کراوات بستنه. آبیه دیگه من ندارم. مالیلا چطوره؟
میرسم به مختخم یه حد مختخم مربدی جد خیلی خیلی بشه الان میرم به سلامتی اونجا حسابی که این میگرم اگه تلفن یه تلفن بهش بزنیم یه حساب میکنیم اگه پیداشون نشد یه پیگیری میکنیم چرا ببخشید من حاضرم به اتفاق یکی از آقایون مثلا همین آقا برین دنبال مختار خواه بد نیست خوب فکریه میخواییم من با هاتون بیای به نظر من لازم نیست چون ممکنه مختار خان به علت ضعف پیری اومدن ایشون کمی طول بکشه ها ممکنه ایو آقا بهترین موقع است دست به کار شید بلا نیست بهت میکنم حقه تو کار باشه به نظرم پدره چیزایی میدونه حتما به اون پیرمرده کلکی زدن فعلا باید صبر کرد تا ببینیم جای رد چه قراره آقای بچه ها نبازم کلکی تو کاره این دوستان رو کرایی مختلف آقا رو به آره زیر آب کردن نفت کنیم به موقعش دست به کار میشیم دوستان خواهش میکنم توجه کنیم دوستان عزیز خانم ها آقایان محترم قبلا میخواستم بدین وسیله داماد عزیزم آقای مختار خان رو به شما معرفی کنم ایشون مردی مبتقر، آرام، با ادب، از خانواده های سرشناس و دارای ملک فراوان و ثروت سرشار و کلفت‌های بیشمار و یک نوکر هوشیار هستند. از حیث سواد و معلومات که دیگه چه هست کنند ایشون یک دریا علم و دانش هستند حالا خواهش میکنم خودشونو به مهمانان ما معرفی کنند قبلا باید این نکترم تذکر بدم که من در مورد انتخاب همسر دخترم رو آزاد گذاشتم و فروینم که در این باره عقیده خاصی داره مختار خان رو به همسری انتخاب کرده و من این موفقیت رو به هر دوشون تبریک میگم آقای مختار خان با شما هستم آقای مختار خان با بنده هستی؟ آقای مختار خان با شما چیکار کنم؟ خواهش میکنم خودتون رو به مهمانان ما معرفی بفرمایید بله چشم بنده نصیر، فرزند قدیر چرا میزنه؟ نصیر چیه مختار؟ آخم آره، درخشی بنده مختار، فرزند آقا جبار دارای شناسنامه شماره 2000 صادر از بخش 4 شوق سابقاً بیکار و فعلاً عاشق بیقرار به این وسیله قسم یاد میکنم که غیر از پروین به کسی دیگه نگاه نکنم خب دوستان عزیز، حالا اجازه بدیم ممکنه خواهش کنم ولی آقا با هم بیان بیرو چیکار داری؟ گاه دو آدمیه بنا افتاد کور خوندی بی سر صدا اینجا باری بیرون بله دست بال تو رو پقاتو بند میکنم دست اگه من بخواهد گوش کنی گفتم بنا افتاد مثلا اگه نیام اگه با تو بولو خوشتر با دور میبرم بره خیلی خوب بری خاکیه که خودت به سر خودت
خودت پی بود. یا خواه همه جوانان بد نیستن. این شمایید که باید چشم بصیرتتون رو باز کنید و همسر آیندتون رو بشنسید. توی مردای مسن هم هستن که از بعضی جوانا حوث بازترن. ای حقه بازا کجایی؟ این دختره کجاست؟ این نوکرهای بدجنس من کجا هستن؟ اگه جیبشون گیرم با این دندونم گوشتای بدنشون تیکه تیکه میکنم. میمانه به صندلی میبنیم. نگه اینکه جیر من نیفتی. اگه جیبشون گیرم این چاراتون میکنم. پدرتون در بیارم. میمانه به صندلی میبنیم فرار بکنیم. من اشتباه کرده بودم. چی؟ توی؟ پس تو بودی که تمام این نقشه ها رو کشیدی؟ دست اینه زن بایرون خانم این پسر من میخواد شما رو فریب کنه. پسر شما؟ بله مهندس پسر ایشون هستم. اما آقای مختارخان من هرگز حاضر نمیشم دخترم به سرنوشت مادر سعید و زنای دیگه شما دوچار بشه. این شما هستید که باید برید بیرون. بفرمایید دختر خانم عقیده شما چه؟ من زن آخرم هم به خاطر شما طلاق دادم. من همسر خودم رو انتخاب کردم. بله بفرمایید بیرون. من خوشبختی دخترم و با بدبختی بیوه زنهای طلاق گرفته مرد هوسبازی مثل شما عوض نمی کنم. بسیار خداحافظ. خداحافظ پسر ناخلف. میتونم کنم بدبخ شدم زندگی من دستم کرد با آبرو. سلام حالت چطوره؟ دیدین این حق بازا چه بلایی به سر من آوردن. این همه خرج کردم آخرش زنگ گیرم نیمدی چه آبرو من رفت. همیشه هم ضرر نکردی؟ اگه اخلاق خوب کنی خود هم جانه چطوره؟ چطوره میشرم؟ آره من چطورم؟ راست میگی بلاخره باز دست خالی نمیرم خودش منفعته. اما باید اصارت آقاجون من جد بشه. منم راضیم اما به شرط اینکه آقای مختار خان دست از حوث بازیش برداره و هر شب سرشو بغل سر تازه عروسش بگیره. مرسی آقاجون. قول میدم بلاخره من و پسرم از دو طرف با خانواده شما نسبت پیدا میکنیم. خب بچه با این که امشب خسارت زیادی به من وارد شد ولی موفقیتی که نصیبم شده بیش از اینا ارزش داره. فردا صبح منتظر شما در شرکت خودم هستم. منصور دیگه گفتم خودتو نکش بالاخره این برون موفق میشی. بفرمی دوستان عزیز امیدوارم که توی این شرکت هم کارار خوبی برای هستیم. اتاقاتون رو دیدید آماده شده بود جناب اسکندر خان. فقط دستور بفرمایید که صندلی بنده رو همچین یه خورده میخوام. دستور بدم امروز براتون یک صندلی سه نفره بگذارم. سلام بابا. سلام عرض بکنم. سلام دخترم. مثل اینکه جایی میخواییم برین ها؟ منظور یکی از دوستانمون با سعید دعوت داری. لذی خب با هایون که آشنا هستین بله؟ نه نمیشناسمشون. واقعا به خوشبختی ما کمک بزرگی کردن. وظیفه‌مون بوده قربان. اختیار دارید قربان. میتونم از آقایون خواهش کنم به اتفاق هم به این مهمونی بریم؟ با حمال میل قربان. اگه جناب اسکندر خان اجازه بده فرمایید. امیدوارم که به همتون خوش بگذره. خب خدا حافظ بابا. معرض سلامتون. به سلامت دخترم. خوش آمدی آیمان. خب امیدوارم که به شما خوش بگذره. به سلامت داشتیم خیلی معذرت میخوام. این مواجه باشید که کجاهای مهمتی سلام را
I'm going to go to the hospital.